اگر قاتلان جمهوری اسلامی آقای علی اصغر امیرانی رو در 31 خرداد 1360 نمی کشتند، الان ایشون 100 ساله بود. یک قرن از زندگی آقای علی اصغر امیرانی. ولی متاسفانه این مرد که یکی از مبتکرین عالم مطبوعات بود در ایران به دست قاتلان کشته شد و واقعا با طمع کاری کشته شد، برای اینکه بعد از اینکه امیرانی رو گرفتن و به زندان انداختند باهاش ازش بازجویی کردند، بالاخره بعد از هزاران بالا و پایین رفتن مشاهده کردند که ایشون گناه خاصی مرتکب نشده است و به همین دلیل آزادش کردن و آمد بیرون از زندان و مدتی هم این ور اون ور رو میگشت و بعد خب طبیعی است آدمی به پرکاری امیرانی یا لااقل با کسی که دستش به دهانش میرسید ناگهان مواجه شد با یک دنیایی که درش هیچ حمایتگری ندارد، هیچ راهی برای کسب زندگی ندارد. به همین دلیل رفت به اولیای امور در عدالتخانه انقلابی جمهوری اسلامی و تقاضا کرد که خب بالاخره تمام زندگی من را از من گرفتید، خودم و زن و بچم رو سرگردان کردید، الان من از کجا زندگی بکنم؟ بهش یک تیکه زمینی بایری رو در مازندران دادن که برود و در اونجا به زراعت بکن. طبیعی است که خب آقای امیرانی چیزی از زراعت نمیدونست و اعتراض کرد و وقتی که اعتراض کرد آنانی که خانه و زندگی و آپارتمانش رو در سامان و همه اینها رو گرفته بودند و حتی چاپخانش رو ضبط کرده بودند و حتی ماشین های چاپ و حروف چینی خودش او رو فروخته بودند به چاپخانه بانک سپه و بنابراین هر نوع ارفاق در حق او میبایست و هم باشد با یه مقدار کمک های مالی به وی، کاری که معمولا از دست قاتلین جمهوری اسلامی بر نمیاد، محکومش کردن به اعدام و کشتنش. آقای امیرانی یکی از مبتکرترین مطبوعاتی های ایران بود. نفس ایجاد خواندنی ها که به قصد جمع‌آوری نکات جالب و خوندنی از تمام مطبوعات ایران بود در یک مجله، خودش به حد کافی ابتکار به حساب میاد و در سال 1319 وی این کار رو شروع کرد با نقل مطالبی که در مجله ها و روزنامه های یک ماه گذشته وجود داشت و اونها رو جمع میکرد و در یک مجلد کوچیک تقریبا جیبی منتشر میکرد و به دست مردم میرسوند. خود این ابتکار بزرگی است. نمیدونم آیا در اون موقع آقای امیرانی با مجله ریدرز دایجست آشنا بود که او هم در یک اشل بسیار بزرگ بین المللی این کار رو میکرد یا نه، ولی حتی اگر که با او آشنا بود و یک کار تقلیدی به شمار میرفت کار او، کار تازه‌ای بود، برای اینکه در یک مملکت مثل ایران که از قافله تمدن غربی بسیار دور بود همین کار جالبی به شمار میرفت. ولی از اون جالبتر کار دیگری است که او با بلیط‌های بخت‌آزمایی میکرد. او بلیط‌های بخت‌آزمایی رو می‌خرید به مقدار زیاد و به 10 عدد تقسیم می‌کرد. یعنی مثلا اگر که شماره بلیط بود مثلا 53950 که یک عدد بلیط بود، این رو در 10 بلیط انجام می‌داد و به جای
دو تومانی که اون موقع قیمت بلیط ها بود به مبلغ 2 قران و 10 شاهی میفروخت. 2 قران و 10 شاهی که میفروخت البته 5 قران سود میبرد، برای اینکه 2 تومان میخرید و 2 تومان و 5 زار میفروخت. اما خود خریدار این بلیط ها ضرر نمی کرد، به دلیل اینکه لااقل از 10 تای اونها یکیش برنده بود. بنابراین یه ابتکاری بود که هم مردم ازش استفاده می کردن و هم خود آقای امیرانی. این کار گرفت، اول با بلیط های اسب دوانی این کار رو شروع کرد و بعد از اینکه بلیط های بختازمایی منتسب به خدمات شاهنشاهی مرسوم شد اون را هم شروع کرد و با او هم این کار رو کرد که خب کارشون به اختلافات شدید کشید و آقای امیرانی هرگز در عمرش با سازمان خدمات اجتماعی و والا حضرت اشرف که مدیریت و ریاست اونجا رو داشت آشتی نکرد. آقای امیرانی آدم بسیار سخت کوشی بود. خودش در خاطراتش می نویسه که یک روزی که به شدت بی پول بود و زندگیش اصلا نمی چرخید، وقتی که دید که برف می بارد پارو رو برداشت و روی شونش گذاشت و رفت تو خیابون و فریاد کشید که برف پارو می کنیم و به مشتری هایی که بهش مراجعه کردن خدمتی انجام داد و پولی گرفت و کم و بیش راحت شد. این زندگی دشواری که در دوران جوانی و نوجوانی داشت که تو هم با اون تحصیلش هم میکرد و زندگیش بسیار بسیار بد میگذشت، ذاتاً از آقای امیرانی آدم ناسازگار و خشمگینی ساخت که با همه اطرافیان خودش با تندی رفتار میکرد. خانم زبیده جهانگیری که یکی از همکاران آقای امیرانی بود و یک کتابی درباره سرگذشت زندگی امیرانی نوشته است، خود او تعریف میکند که چقدر با آقای امیرانی کلنجار میرفت. ولی حالا گذشته از این که یک مدرک کتبی و نوشته شده است، آقای امیرانی با هیچ یک از سردبیران خودش سر سازگاری نداشت و همه اونها رو طرد میکرد. از آقای امیر هوشنگ عسکری گرفته که یکی از بهترین سردبیرهای ایران بود تا ایرج نبوی، تا شیفته، تا مسعود برزین و خیلی های دیگر. تنها کسی که من دیدم که رفتارش با آقای امیرانی مشمول احترام متقابل بود محمود طلویی بود که به علت روحیه نرم و آرامی که داشت هیچ وقت با آقای امیرانی دچار ناسازگاری نشد و دوباری هم که از خواندنی ها استعفا داد و رفت بیرون، نه به خاطر جنگ و جدال بود بلکه به خاطر این بود که آقای جمشید آموزگار وزیر دارایی که در این حال از دوستان آقای طلویی بود از او دعوت کرده بود که پست روابط عمومی بگیره، در وزارتخانه او به عهده بگیره و وقتی که منتسب شد به بازرسی در شرکت تلفن بار دیگر به خواندنی ها برگشت و در اونجا مشغول کار شد. به نظر من تنها سردبیری که به شدت ازش نفرت داشت آقای لوشانی بود. لوشانی سردبیری بود که بعد از سرمقاله های بسیار تندی که امیرانی می نوشت و سواک هم طبیعتاً بهاش در می افتاد، بالاخره چاره رو در این دیدند که کل خواندنی ها رو مصادره کردند و ادارش رو به پرویز لوشانی سپردند. پرویز لوشانی داستان نویس بود و آدم معروفی هم بود در اون دوره جزء مطبوعاتی ها، ولی با آقای امیرانی مطلقاً سر آشتی نداشت
و با هم می جنگیدن. حتی بعد از اینکه ماجرا تمام شد و او هم استعفا داد و رفت، معزالک در خاطرات خودش دائما با آقای لوشانی فحش می داد. حالا به هر حال این روحیه ایست که او داشت. یک نمونه خیلی کوچیکی که میخوام تعریف بکنم مربوط به یک اختلاف کوچیکی بود که با خود من آقای امیرانی داشت. من وقت کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خودم رو همونطور که قبلا هم در یکی از این برنامه‌ها گفتم با خواندنی‌ها شروع کردم و در اونجا کار می‌کردم و طبیعتاً خب مدتی با اونها بودم تا اینکه رفتم به روشنفکر و در اونجا مشغول کار شدم و دیگه ارتباط ما به کلی قطع شد. سالها بعد آقای باهری، دکتر باهری معروف که دبیر کل حزب رستاخیز شده بود، به یه مناسبتی که واقعا خاطرم نمیاد که برای چه خبری بود، ماها رو دعوت کرده بود، چند نفری از مطبوعاتی ها رو از جمله آقای امیرانی رو، برای یک جلسه ای. و ما در اونجا بودیم. آقای باهری معمولا به من محبت خاصی داشت و در اون روز هم وقتی که دو سه تا دونه مطلب آقای امیرانی گفت، آقای باهری باهاش به مخالفت پرداخت و یه دو سه تا مطلبی که من گفتم تصادفاً مورد عنایت و محبت آقای باهری قرار گرفت. و ناگهان آقای امیرانی که اصلاً به کلی منم فراموش کرده بود که من کی هستم و یه موقعی برای خودش کار کرده بودم، با عصبانیت گفتش که آقا این آدم های تازه به دوران رسیده رو آوردید اینجا با منی که من سرلشکر مطبوعاتی هستم، یک جا نشوندید و تازه به اینها هم موقعیت بیشتری و بهتری میدید. من دیدم که این خشم و غضب آقای امیرانی که به مقدار زیادش به علت این بود که اصلا من رو نمیشناخت و فراموش کرده بود، ممکن است که طولانی بشه و ممکن اسباب زحمتم بشه. برگشتم و گفتم آقای امیرانی، من اگر حرفایی زدم که درست به نظر رسید به خاطر این است که در مکتب شما تربیت شدم. برگشت با تعجب من گفت کی؟ و من گفتم که در فلان تاریخ من در خواندنی ها کار میکردم، این کار را کردم و این کار را کردم. و به خاطر آورد و لبخندی هم زد و سر ناسازگاریش را با من رها کرد و ما تونستیم ادامه بدیم و کار مطبوعاتی خودمون رو پی بگیریم. به هر حال آقای امیرانی خوب یا بد از نظر ملت ایران شهید به حساب میاد، برای اینکه بدون هیچ گناهی به دست کسانی که فقط و فقط نیتشون میخکوبی قدرتشون بود کشته شد و این گناهی نیست که مردم بتونن ببخشن. دیگ غم است و به بار است، کشور به قهر دوچار است، دست دراز تبرزن در باغ بیشه به کار است، در کوچه رونق اندوه، در خانه قحط قرار است، نصری که هست به رعب است، فتحی که هست به دار است، دام و دروغ و تباهی بیرون ز حد شمار است، قیم ولی فقیه است، ملت حقیر و صغار است. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در سخنان پیشین به چند نکته انگشت گذاشته بودم که یکی از آنها عبارت بود از تضاد میان مقدسات و ملوثات. گفته بودم که قدرت سیاسی و قداست جمع ضدین هستند و سیاست با عنصر مقدس سازگار نیست، زیرا تقدس موقعی معنا می‌یابد که از آلایش و ناپاکی مبرا باشد و آلایش و ناپاکی از اجزاء تجزیه ناپذیر امر سیاست و قدرتند.
بنابراین یکی از نتایج گریزناپذیر تصرف قدرت سیاسی به وسیله متولیان دین و تداخل دین و حکومت آن خواهد بود که عنصر مقدس با آلایش خاص قدرت سیاسی در می آمیزد و ناچار تقدس دینی و جوهر دین را به تباهی سوق می دهد. یعنی دین از دینیت خودش تهی می شد. چون این روندی در یک حکومت دینی صاحبان قدرت و مدعیان حکومت رو وادار می کند تا همزمان با افول ماهیت قدسی دین و تباهی معنویتی که پیش از این مایه و اصل ادیان بودند، پوسته ظاهری دین رو به مبالغ‌آمیزترین شیوه های ممکن تقویت کنند. در واقع حاکمان دینی بدون توجه به این حقیقت که آن ویروس تباه کننده‌ای که به جان قداست و معنویت افتاده است از جای دیگری جز قدرت سیاسی زورمدارانه آنان نیامده است، می کوشند تا با ترویج و تحمیل ظواهر دینی به جامعه بیرنگ شدن تدریجی امر مقدس و تباه شدن معنویت و اخلاق را در پوسته ظاهری دین بپوشانند. بدین گونه است که به موازات فرار و کوچ معنویت و اخلاق، آداب و مراسم عبادی مردم که پیش از این در مقام و موقع یک نیاز روحانی و معنوی و وجودی برای مؤمنان مطرح بود، تبدیل به دستور حکومتی و تکلیف سیاسی می شوند. و در اینجاست که نقش داروغه و محتسب و پلیس و ارتش زنانه و مردانه و همچنین گروه های به اصطلاح خودسر و دسته های بی‌هویتی که گاهی از اونها به نام امت همیشه در صحنه، گاهی به نام عاشقان اهل بیت، گاهی به اسم آمران به معروف و ناهیان عن المنکر یاد می شود، پررنگ و پررنگتر می شود. در واقع عناصر حقوق بگیر یا دست ساز حکومت که به خرج ملت و از قبل بودجه عمومی شکل گرفتند، در جامعه نقش جند الله و جنود مجنده میابند تا دستور حکومت دینی را در تقویت پوسته ظاهری شریعت به مرحله اجرا درآورند. در واقع با چنین برنامه‌ای که متکی به سرکوب و اختناق بی حد و مرز است، حکومتگران برانند تا بیرنگ شدن دین در اعماق وجدان جمعی جامعه را در قشریت و تهجری که با چماق سرکوب حکومتی بر مردم تحمیل می شود پنهان سازند. هدف اصلی حفظ ظاهر به هر قیمت در برابر تباهی و فساد باطن است. به قول مثال عامیانه، آفتابه و لگن سد است، شام و نهار هیچی. یا به قول مولوی، از برون بر ظاهرش نقش و نگار و از درون اندیشه های زارزار. چون این است که سر و دست و پا شکستن از زنان و دختران ایران به جرم آن که گوشه ای از مویشان از پوشش تحمیلی بیرون زده است، نه تنها امری عادی بلکه امری الهی و دینی و مستوجب ثواب اخروی سر و دست و پا شکنان و سرکوبگران اوباش به حساب می آید. بدین گونه دین و ضرورت حفظ ظاهر آن بدل به ابزار اختناق در جامعه می شود و در چنین روزگاری است که وعظ واعظان تبدیل به حکم حاکمان برای ترغیب داروغگان و محتسبان و زورگویان و بزن بهادرهای می شود که نام لشکر حزب الله را هم زینت پیشانی داغ کرده خودشون کردند. در حقیقت در حکومت دینی ظواهر دین تبدیل به اصل دین می شوند که می باید همه فضاهای اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی را اشغال کنند. حاکمان در واقع به دنبال اون هستند که صدای استبداد خود را صدای دین بنامند و جامعه را به حالتی درآورند و به وضعیتی دچار کنند که جز این صدا، صدای دیگری در فضای انسانی و محیط اجتماعی یک ملت بالغ و رنگارنگ شنیده نشود. جامعه‌ای تک صدایی، جامعه‌ای که همه چیز میباید به رنگ برداشت حکومت از دین درآید. پیداست که در چنین وضعیتی هدف اصلی نه دین بلکه قدرتی است که به نام دین
و با ابزارسازی از دین بر مردم کشور تسلط یافته و از قضا معنویت و اخلاق و دینیت دین هم مثل مردم کشور و مثل آینده فرزندان این سرزمین قربانی چنین حاکمیتی است. باری در چنین وضعی است که انحطاط یک جامعه و سقوط معنوی و فرهنگی یک ملت زمینه سازی می شود، زیرا تزویر و تقلب و ریاکاری از طریق یک برنامه حکومتی با نیروی ماشین دولتی در جامعه پیاده می شود، چرا که تقلب با دین و دغل و تزویر با معنویات مردم از سوی حکومت دینی آغاز و به جامعه تحمیل شده است. آنها که روزگاری مدعی معنویات و زهد و تقوا و پرهیز و بصیرت دینی بودند، به سرکوبگران حاکم تغییر ماهیت می‌دهند و تغییر ماهیت دین را به امری حکومتی بدل می‌سازند. در هر حال تظاهر به شریعت و تقلب و تزویر در میان عموم جای ایمان قلبی به دین را می‌گیرد، زیرا در یک حکومت دینی همه به اقتفا و به تقلید از مراجع دین که به مراجع قدرت هم بدل شدند متخصص در مکر و ظاهرسازی و تزویر می شوند و هر خانه‌ای تبدیل به یک کارگاه ظاهرسازی، دروغگویی و درویی می شود و انحطاط جامعه از همین جاست که آغاز می شود و روزگار افول و سقوط اخلاق و معنویت فرا می رسد و در اینجاست که منحط‌ترین و فرومایه‌ترین مردم به مدل و نمونه موفق‌ترین مردمان تبدیل میشند. متاسفانه همه شواهد در جامعه ایران از چنین واقعیتی حکایت دارند. یاد حافظ به خیر که میگفت دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. میخور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. سخن این است که مدعیان دین در تنها اموری که صاحب حق و صاحب سخن اصلی بودند امور معنویت و اخلاق بود. آیا هنوز به این پرسش تکان دهنده در عمق وجدان خود نرسیدند که چه شده است که اهل دین از زمانی که در ایران به قدرت سیاسی چنگ انداختند تا امروز نه تنها بر خلاف وعده های رهبرانشان ذره ای به پیشبرد امر اخلاق و معنویت کمکی نرساندند، بلکه جامعه را دچار سقوط اخلاقی غیر قابل تصوری نیز کردند؟ آیا می باید قضاوت تاریخ درباره روحانیون شیعه آن باشد که آمدند و زدند و کشتند و شکنجه کردند و کوچاندند و ویران کردند و خشکاندند و بردند و از اینها خسران بارتر و شگفت‌انگیزتر دین و معنویت جامعه را هم به نام معنویت و به نام دین و به نام خدا و پیغمبر به باد فنا دادند؟ آیا به راستی در انتظار چنین قضاوتی از سوی تاریخ و نسل‌های آینده است که صنف روحانیت حاکم شیعه در تداوم و حفظ قدرت سیاسی و استبداد بی سابقه خود در ایران و بر ملت ایران اصرار می‌ورزد؟ به قول قرآن و اذ الصحف نشرت، دین تو بیداد است ای کین پرور، ای دغا پیشه، ای دشمن انسان و اندیشه، دین تو را کرم سیاست خورد، وان عنصر ناب قداست مرد. اکنون تو در چاه لجن غرقی، رنگین به خون از پای تا فرقی. اکنون وجود از پارگین داری، دعوی هنوز از علم دین داری. با تکیه بر دستار و ریشی، دلداده دینداری خیشی. غافل که دینت را دناعت کشت، زد معنویت بر دهانت مشت. اکنون وجود آغشته در پستی، آلوده در خون دامن و دستی. دین تو بیداد است و بیشرمی، عین بدی نفس بیازرمی.
دین تو تزویر است و تدلیس است، در آستینت دست ابلیس است. سیراب جهل مکفی و کافی، با این دهان از فضل چون لافی. دین تو نهب و کین و کشدار است، زور است و تعذیر است و آزار است. انسان کشی با نام دین تا کی؟ با آدمیت این چنین تا کی؟ تا کی چنین دل در هوا بندی، آدم کشی ها بر خدا بندی؟ زان بد که جاری کرده ای بر فرش، هر لحظه منت می نهی بر عرش. نام خدا را کرده ای شمشیر، تا جان ستانی از جوان و پیر. دین نطع کشدار است پیش تو، تا خون خضاب آرد به ریش تو. دین خنجر ظلمت بود در دست، تا گردی از خون جوانان مست. این قتل و بیداد از پی جاه است، یا راستی را حکم الله است. این حکم الله است بر این خاک، یا چون ره نامردمی ناپاک. چون می کنی ای بدنهاد ای ننگ، جان جوان بر جرثقیل آونگ. چون می کنی ای ظالم ای خون ریز، انسان به دار کینه حلق‌آویز. این کرم کشتن چیست در جانت؟ طعم خوش خون زیر دندانت؟ این جان انسان است، شبدر نیست. بعد از درو رستن میسر نیست. سهل است کشتن لیک ای بیدرد، آن را که کشتی زنده نتوان کرد. چون زنده کردن در توانت نیست، دست تو در خون کسان از چیست؟ گیرم که دیزی باز و در پستو، ای گربه زاهد حیایت کو. ای دست در خون کسان برده، وان کشتگان را هیچ نشمرده. از جان مردم دست کوته دار، وین وحشت از روی زمین بردار. قصری که در خون است قصری نیست، نصری که به رعب است نصری نیست. ای کرده با نام خدا کرده، دین را به کشتن مبتلا کرده. ای هستیت در هستی تزویر، این دوستی را از خدا واگیر. ای بدتر از هر دشمنی با او، یا جای توست این بودگه یا او. شاد و سرفراز باشید. حکم صادره از سوی دادگاه درباره یک فرد فرانسوی بحث برانگیخته است. این فرانسوی 64 ساله از دادگاه درخواست کرده بود جنسیت او چنان که هست، نه مؤنث و نه مذکر، بلکه خونسا قانوناً شناخته شود. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده چنین حکمی صادر کرد. حکم دادگاه بر اساس گزارش پزشک خانوادگی متقاضی صادر شده است که تصدیق می‌کند این فرد از بد به تولد نه زن بوده است و نه مرد. اما چون در قانون فرانسه و سایر کشورهای اروپا جنس ثالث به رسمیت شناخته نمی شود و شناسنامه هر فرد او را یا زن یا مرد معرفی می کند، ناچار شده است عمری در پرسشنامه ها و مراجع رسمی خود را مرد معرفی کند. از آنجا که حکم دادگاه درباره این فرد فصل جدیدی در مباحث حقوقی می گشاید، لازم آمده است پرونده به مرجع بالاتر قضایی ارجاع شود و از نو مورد رسیدگی قرار گیرد.
چنین افرادی که ما به آنها خونسا، معادل واژه نوتر در فرانسه، میگوییم دو گونند: یا از مادر با این کیفیت یعنی نیمه نر و نیمه ماده متولد میشوند و از لحاظ جنسی نه توانایی مرد شدن دارند و نه امکان زن بودن و زاییدن، یا اینکه اگر مرد بوده باشند به دلایلی اخته میشوند، مثل آقا محمد خان سرسلسله قاجاریه که او رو اختخان هم گفتند. در این میان کسانی وجود دارند که علی ظاهر مرد به دنیا می آیند، یعنی از نظر جسمی مذکر هستند، اما ریش در نمی آورند و تمایلات جنسی مردانه هم ندارند. به این قبیل اشخاص می گویند مخنث. در کتاب مستطاب حبیب السیر آمده است ملک رضی الدین در زمان اباغا خان حاکم دیار بکر بود و چون معزول شد، جلال الدین نامی که به علت زهریت اتهام داشت، زهر اینجا با زین به معنای پشت، جانشینش گردید. رضی الدین این رباعی نظم کرده نزد خواجه شمس الدین صاحب دیوان فرستاد: شاها ستدی ملک ز دست چومنی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی. زینکار چو آفتاب روشن گردید، پیش تو چه دفزنی چه شمشیر زنی. و اما خواجه‌ای که در ایران به تاجداری رسید و سلسله قاجاریه رو بنیاد نهاد، مردی است مردانه، یعنی هم شجاع هم خردمند و با تدبیر. او یکی از پادشاهانی است که ایران را از خطر تکه پاره شدن رهانید و یک پارچه کرد. آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان رئیس ایل قاجار بود. در زمان تولد نقص عضوی نداشت. چون محمد حسن خان بر ضد عادل شاه، برادرزاده نادر شاه، سرکشی کرد و به جنگ او رفت و شکست خورد، آقا محمد خان و برادرش حسین قلی خان اسیر شدند که پسران محمد حسن خان بودند. و در دوران اسارت بود که آقا محمد خان 5 ساله رو اخته کردند تا مثل پدر هوای طغیانگری به سرش نزند. اما سرنوشت جز این بود، سرنوشت جز این رقم زده بود. با روی کار آمدن زندیه کریم خان زند، آقا محمد خان رو به پایتخت خودش شیراز برد و تحت سرپرستی قرار داد و خان قاجار تا زمانی که کریم خان زنده بود مانند فرزند خواندهش در کنار او میزیست و در پاره امور مشاورش بود. پس از درگذشت کریم خان، آقا محمد خان از شیراز گریخت و نزد قبیلش در شمال شرقی ایران رفت و آماده جنگ و دست یافتن به قدرت شد. لابد میپندارید آقا محمد خان چون خواجه بود برخلاف پادشاهان حرمسرا نداشت. نه، اینطور نیست. آقا محمد خان بیان که همسر داشته باشد حرمسرا داشت. احمد میرزا عضدالدوله، یکی از پسران فتحعلی شاه، در تاریخ عضدی چنین می نویسد: شاه شهید شب زنده‌دار بوده، در نماز شب زیاد گریه می کرده است. با آنکه عضو مردی نداشت،
زنهای متعدد در حرمخانه او بودند. هر زنی را که به خلوت می‌خواست از شدت شوق او را با دست و دندان زیاد اذیت می‌کرد و هر وقت حال خوشی از برایش دست می‌داد و دماغی داشت، دوتار که زدن این ساز در میان تراکمه معمول است می‌زد. بعد از آن که صادق و عباس و خداداد قاتلین شاه شهید یعنی آقا محمد خان دستگیر شدند و آنها را در کریاس خلوت کریم خانی حاضر کردند، مهد اولیای مرحومه والده حضرت خاقان یعنی فتحعلی شاه با مرصع خانم همشیره سلیمان خان اعتزاد السلطنه و والده خانلر خان عمه شاه شهید یعنی آقا محمد خان با خنجر و کارد در امارت مزبور بودند. امر شد که چهار تن از خواجه سرایان آن سه نمک به حرام را یک یک به خلوت کریم خانی آوردند و این سه نفر قاجاریه محترمه یعنی زنانی که نامشان ذکر شد به دست خودشان آنها را قطع قطع کردند. در حین مجازات و قتل آنها با گریه و زاری می‌فرمودند خون شاه شهید به ماها می‌رسد، تا به دست خود از قاتل او انتقام نکشیم دلهای ما آرام نخواهد گرفت. جایزه نوبل فیزیک امسال 2015 به دو فیزیکدان داده شد به سبب کشفی که درباره ذره نوترینو کرده بودند. در برنامه امروز می‌خواهم درباره نوترینو و این کشف سخن بگویم. این دو فیزیکدان، یکی ژاپنی به نام تاکاکی تاجیتا و دیگری کانادایی به نام آرتور بی مکدونالد، با آزمایش‌های خود نشان دادند که ذره‌های نوترینو ماهیت خود را تغییر می‌دهند. این کشف پیامدهای بسیار بزرگی برای فیزیک هسته‌ای یعنی شناخت ما از ماده و نیز کیهان‌شناسی دارد. یکی از پیامدهای مهمش این است که نوترینو جرم دارد، حالان که دهه‌ها می‌پنداشتیم که نوترینو مانند فوتون ذره‌ای است بی جرم. نخست نوترینو را معرفی کنیم. نوترینو را نباید با نوترون اشتباه کرد، با اینکه نام‌های این دو ذره بسیار به هم نزدیکند زیرا خنثا هستند یعنی بار برقی ندارند، ولی دو ذره بسیار متفاوتند. نوترون بدیسه پایدار تنها در هسته اتم می‌تواند وجود داشته باشد. همین که از هسته بیرون شود پس از نزدیک به 15 دقیقه به پروتون و الکترون و پاد نوترینو تباهی می‌یابد. نوترینو برخلاف نوترون یکی از ذره‌های بنیادین گیتی است. ذره بنیادین ذره است که به چیز دیگری تجزیه نمی‌شود. یک ذره بنیادین دیگر فوتون است یعنی ذره نور. الکترون هم ذره بنیادین است، ولی پروتون بنیادی نیست چون از ذره هایی به نام کوارک ساخته شده است. نوترینو چون بار برقی ندارد میدان های مغناطیسی نمی توانند بر آن تأثیری بگذارند. در هسته اتم به وجود می آید ولی نیروی هسته ستورک هم بر آن اثری ندارد. از هسته بیرون می رود و چون تقریبا بی جرم است هیچ چیز نمی تواند آن را باز ایستاند. می تواند از یک سوی گیتی تا سوی دیگر میلیاردها سال نوری سفر کند بیان که جذب شود. نوترینو از چند راه به وجود می آید. یک، در برخی از گونه های رادیواکتیویته. در هسته اتم نوترون به پروتون و الکترون و نوترینو البته پاد نوترینو تبدیل می شود. دو، در راکتورهای هسته ای هنگامی که اورانیوم یا پلوتونیوم شکسته می شود. سه، هرگاه پرتوهای کیهانی با هسته های اتم های جو زمین برخورد کنند.
4. هنگام انفجار ستارگان. 5. در واکنش های هسته‌ای که انرژی خورشید و ستارگان را پدید می آورند. بیشتر نوترونی‌هایی که به زمین می رسند از خورشید می آیند. هر ثانیه 65 میلیارد نوترینو با هر سانتیمتر مربع سطح زمین برخورد می کنند، از بدن من و شما می گذرند، درون کره زمین را می پیمایند، از آن سو بیرون می آیند و به سفر خود در کهکشان و کهکشانها و گیتی ادامه می دهند. بیشترین تعداد نوترینوها در آغاز گیتی پدید آمدند، 2 ثانیه پس از بیگ بنگ، در حدود 14 میلیارد سال پیش. این نوترینوها از آن زمان تا کنون همراه با گسترش گیتی به سفر خود ادامه دادند. نوترینوها پیامبران یا قاصدان بسیار پرارزشی برای اخترفیزیک هستند، چون برخلاف ذره های دیگر می توانند از ژرف‌ترین جایی که به وجود می آیند بیان که جذب شوند به ما برسند. اگر چشم ما به نوترینوها حساسیت داشت می توانستیم درون هسته خورشید را ببینیم. اما فیزیکدانان چگونه به هسته نوترینو پی بردند؟ نوترینو در آغاز ذره‌ای فرضی بود، به این معنا که فیزیکدان اتریشی ولفگانگ پاولی در سال 1931 پی برد که در برخی واکنش‌های رادیواکتیو معادله انرژی واکنش درست نیست. برای اینکه معادله درست در بیاید فرض کرد که باید ذره‌ای وجود داشته باشد با یک رشته ویژگی‌های فیزیکی، از آن میان نداشتن بار برقی و داشتن اسپین 1/2. پاولی خود گفت کاری که کردم هراس‌انگیز است، چون ذره ای را فرض کردم که هرگز نمیتوان آن را آشکاری. 3 سال بعد در 1934 فیزیکدان ایتالیایی انریکو فرمی که درباره تباهی رادیواکتیو هسته ها میپژوهید پی برد که ذره فرضی پاولی میتواند بسیاری مسئله ها را حل کند. او این ذره فرضی را نوترینو نامید که در ایتالیایی به معنای خونسای کوچک است. 12 سال بعد در سال 1956 فیزیکدانان کلاید کومن و فردریک راینر توانستند با بکار بردن شتابگرهای پر انرژی برای نخستین بار نوترینو را بیاشکارند. این نوترینو وابسته به الکترون بود. این دو فیزیکدان جایزه نوبل فیزیک 1995 را دریافت کردند. چند سال بعد در 1962 فیزیکدانان پی بردند که نوع دیگری نوترینو وجود دارد که در رابطه با الکترون‌های سنگین یعنی موون‌ها پدید می‌آید. همچنین در سال 1975 یک نوع دیگر نوترینو که با ذره‌های باز هم سنگین‌تر پیوند دارد کشف شد، نوترینوی تاو. پس دانستیم که نوترینو دارای 3 نوع است. از آنجا که خورشید مهمترین منبع نوترینوهایی است که به زمین میرسند، اختر فیزیکدانان در پی آشکارش نوترینوهای خورشید برآمدند. ولی چگونه؟ برای پی بردن به دشواری این کار باید توضیح بدهم. وقتی ذره‌ای وارد محیطی میشود که در آن ذره‌های دیگری هستند، پس از پیمودن فاصله‌ای با ذره‌های آن محیط برخورد میکند. اینکه پیش از برخورد چه فاصله ای را می پیماید بستگی دارد به بزرگی ذره ها، به چگالی محیط یعنی تعداد ذره ها در واحد حجم و به سرعت ذره ها. برای نمونه فوتون های پرتو های ایکس ضعیف که در پرتو نگاری پزشکی به کار می روند پس از پیمودن چند سانتی متر جذب زمین می شوند. پرتو های گاما یعنی پر انرژی ترین فوتون ها از بدن می گذرند، ولی همین پرتوف ها اگر به سرب که بسیار چگال است تابیده شوند پس از پیمودن چند سانتی متر باز میستند. آیا میدانید که یک ذره نوترینو باید چه فاصله ای را در سرب بپیماید تا با اتمی از سرب برخورد کند؟ 1 سال نوری. درست شنیدید، 1 سال نوری، یعنی فاصله ای که نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه در مدت 1 سال می پیماید، 10,000 میلیارد کیلومتر یا 63,000 برابر فاصله زمین تا خورشید. پس آشکارش یا دتکسیون این ذره با دستگاه های نپاهش کاری بسیار دشوار. با این حال فیزیکدانان
در سال 1968 موفق به آشکارش نوترینوهای خورشیدی شدند. ولی چگونه؟ غاری را که در ژرف‌های 1500 متری زیر کوه قرار داشت گرفتند. این محل قبلاً معدن طلا بود در ایالت داکوتا در آمریکا. در آنجا مخزنی را پر از مایع غلیظی، یکی از ترکیب‌های کلور کردند. برای این کار 400 هزار لیتر از این مایع به کار بردند. طراح این آزمایش ریموند دیویس بود. هرگاه نوترینوی با یکی از اتم‌های کلور برخورد کند، واکنشی هسته‌ای روی می‌دهد و کلور به آرگون تبدیل می‌شود. درون مایع آشکارگرهایی کار گذاشته بودند که این رویداد را ضبط می‌کردند. این آزمایش چند سال طول کشید و در سال 1968 فیزیکدانان مطمئن شدند که از میان این 65 میلیارد نوترینوی خورشیدی به طور میانگین هر دو روز یک نوترینو با ذره‌های مایع برخورد می‌کند. ریموند دیویس جایزه نوبل فیزیک را در سال 2002 دریافت کرد. ولی فیزیکدانان با مسئله بزرگی روبرو شدند. مسئله این بود که مدل‌های نگریک تئوریک خورشید پیش بینی می‌کردند که باید هر روز تقریباً دو برخورد روی بدهند، یعنی بسیار بیشتر از آنچه دستگاه‌ها ضبط می‌کردند. 20 سال در این باره پژوهیدند و آزمایش را با حجم بزرگتر مایع و آشکارگرهای کارآمدتر تکرار کردند. باز هم به همان نتیجه رسیدند. پس اخترفیزیکدانان با چیزی روبرو شدند که آن را پراسه یا مسئله نوترینو نامیدند که سالها خواب از چشم فیزیکدانان و اخترفیزیکدانان برید. دو حالت داشت: یا اینکه مدل ما برای ساختار درونی خورشید کاستی دارد، یعنی نمیدانیم خورشید چند اندازه نوترینو فرا می آورد و اگر چنین باشد در مورد ستارگان دیگر هم در اشتباهیم، یا اینکه نوترینو را هنوز خوب نشناختیم. گفتم که نوترینوها به سه نوعند: الکترونی، موانی و تاو. دو فیزیکدانی که امسال جایزه نوبل را بردند در سال 1998 نشان دادند که نوترینوها از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شوند و چون آشکارگرهایی که به کار می بردند تنها به یک نوع نوترینو حساسیت داشت، همه نوترینوها را نمی آشکاریدند و به همین سبب همه برخوردها را ضبط نمی کردند. فیزیکدان ژاپنی این پدیده را در نوترینوهایی که در جو زمین پدید می آیند یافت و فیزیکدان کانادایی در نوترینوهای خورشیدی. این پدیده را نوسان نوترینو می گویند. این پدیده را تنها با کوانتوم مکانیک می توان توضیح داد که در اینجا ممکن نیست. به زبانی ساده، انرژی و جرم نوترینو دستخوش تغییرهای کوانتومی هستند که از احتمالات پیروی می کنند و نوترینو بنابر اوضاع و احوال فیزیکی خود را به یکی از سه دیسه ممکن نشان می دهد. نوترینو در حال حرکت از دیسه‌ای به دیسه دیگر تبدیل می شود و باز می تواند به دیسه پیشین برگردد یا به دیسه دیگری. یک پیامد بسیار مهم این کشف این بود که نوترینو دارای جرم است. اگر جرم نداشت نوسان نمی توانست روی دهد، ولی جرم آن باید بسیار کم باشد، چیزی در حدود 1,000,000 بار کمتر از جرم الکترون. ولی ما تاکنون نتوانستیم جرم و سرعت آن را با آزمایش تعیین کنیم. هنوز ما نوترینو را آنچنان که باید نمی‌شناسیم و فیزیکدانان همچنان جنبه‌های گوناگون این ذره را می‌پژوهند با دستگاه‌ها و آزمایش‌های بسیار پیچیده. برای نمونه همکنون آزمایش‌های بسیار پرسونی دقیقی، یکی در 4 کیلومتری ته اقیانوس و دیگری در ژرف‌های 3 کیلومتری زیر یخ‌های قطب جنوب در جریانند. درباره نوترینو هنوز گفتنی بسیار است، از جمله از حیث اهمیت آن برای کیهانشناسی. نپاهش‌های اخترشناختی به ما امکان می‌دهند گذشته را ببینیم. همکنون می‌توانیم تا به 300 هزار سال پس از بیگ بنگ بازگردیم. بیشتر از این نمی‌توانیم به بیگ بنگ نزدیک شویم. اگر بتوانیم نوترینوهای آغاز گیتی را بنپاهیم، که امیدواریم روزی ممکن شود، به 2 ثانیه پس از بیگ بنگ خواهیم رسید و این پیامدهای بسیار مهمی برای شناخت بهتر ما از چگونگی پیدایش گیتی خواهد داشت. وقت ما به پایان رسید، شاید در آینده به این موضوع برگردیم.